خداوند به من مجال داده که تا جلو این حسینیه اومدم و ادامه بدم. از شما جلو این اراده خداوند رو مانع نشید، بذارید منم برم. هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم، نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم. خداوند همه روزها رو مثل هم آفریده، مالک چرخ گردش خروزگار هم خودشم، طلوع خورشید یا غروبش و همه اینها بود. بعد از تقسیم بندی هایی که خودش فرموده، ایام و لیالی برقرار کرده، همه اینها رو با هم مساوی قرار داده و بلحاظ امر الهی و بلحاظ این که خداوند میخواد بندگانش عبادتی که به درگاهش دارن دست جمعی باشه، این است که بعضی روزها رو اسامی خاص و موقعیت خاص داشته. یکی از اون ایام همین عید فطر، فطر نام این عید است، عید بودنش رو خداوند مقدر کرد. همه اعضاب مفهمه به جز عید. وقتی که عید فطر میگویه یعنی این فطر وضع خاص و مشخصی از سایر ایام داره و این وضع مشخص رو خداوند عید فرموده. این هم نظر شاید نظر بر این است و الا عبادات یعنی اظهار خلوص به درگاه خالق، خالق همه چیز و علال قاعده عبادت، چه به واسطه اظهار عبودیت و خلوص باشه و چه جنبه توسل به هر جد ارتباط شخصی بین هر بنده مؤمنی و خداوند. خداوند همه بندگانش رو که آفریده با اونها در ارتباطی هست، همون وقتی که آدم و حوا رو دستور فرمود که از بهشت بیرون بروند و جای دیگری که خود اشاره فرمود سکونت کنند، فرمود و
رابطه ما قطع نخواهد شد و من کماکان با شما در ارتباط خواهم بود و برای نشان دادن این ارتباط یک رشته ارتباطی هم به نام ولایت برقرار. منتها از اون وقت هر چند وقت برای اینکه بندگان فراموش نکنند که یک وظیفه دست جمعی وظیفی اجتماعی دارند که همه با هم به درگاه عبادت کنند، دو روز مشخص رو در ظرف سال مقرر کرده که وضعیت خاصی برقرار کنند. و برای اهمیت دادن به این دو روز و همچنین اهمیت دادن به عبادات اشخاص و بیان این که همه بنده خدا هستیم، در این دو روز مقرراتی مرد کرده و این دو روز رو به نام دو عید برای ما برقرار کرد. یکی از این دو تا عید، عید فطر است و عید قربان، که در هر دوی اینها بعد از مدتی، بعد از زمانی که خودش فرموده به بنده برای اینکه فراموش نکنه نه تنها وجودش مرحوم خلقت خداونده و این خداونده که او را آفریده و فراموش نکنه و بداند همین حیاتی که داره در دست خداونده و بعد هم فراموش نکند که نعماتی که خداوند داده و اون چه فرموده است برای ادامه زندگی ما که خوراک باشد، خوراک خوردن و تولید نه، این دو مسئله مهمیست که حیات فردی و حیات اجتماعی بندگان را فراهم میکنه، برای اینکه بداند که این دوتا روز و این دوتا وسیعت همیشگی برای همه دو روزی معین کرده. روز فطر ما مقداری از اون که ظاهرن مال خود ما و هیچ کس از ما طلبی ندارد که بپردازه، خداوند فرموده است از این نعمتی که به شما دادم فلان قدر خودتون جدا کنید و بدید. خودش جدا نکرده، فرموده خودتون از همین مال که خیال میکنید همش مال شما چیزی هم مقدار جدا کنید بدید. و همچنین برای اینکه بتواند از این نعمات استفاده کنید، از این تاریخ بر شما آزاد میگذاریم، از این تاریخ که از نعمات استفاده کنید. روز دیگری برای اینکه بشر
غرور برش نداره و تصور کند که این منم. این به قول اون شعر مشهور، این منم تاووس علیین شده. نه، بدون خودش همونه، بداند که جان خودش هم حتی در اختیار خداونده. به این جهت روز دیگری که تمرین تسلیم جان و فداکاری و این که جان خودش رو شخصا خودش به دست خود برمیگیره به خداوند میده، هر روز قربانی معین کرده که ایر قربان میگیم، یعنی گوسفند نشانه اون حیات خودمونه که خودمون به دست خود حیات رو میگیریم میدیم. بفهمیم که این حیات و این زندگی که ما میکنیم همین هم خداوند آورده، و اضافه بر اینها بدانیم که این عبادت و این یادآوری خداوند همگانی. به این جهت این نمازها انفرادی نی، نماز عید انفرادی نی، باید به جمعیت باشه. انشاءالله خداوند ما را جز جمعیتی که ما اون خطاب قرار داده بکرار بده انشاءالله. ظاهرن همه ما مورد خطابیم که باید این اعیاد رو مقدم بداریم. خود اعیاد مقرراتی داره، هیچ عیدی اونچه که ما خودمون اسمش عید میگذاریم عبادتی نداره، عبادت خاص خودش، جز این دو روز که گذشته از عباداتی که همگانیست و همه وقتی برای خود این هم عبادت. وقتی از عبادت فارغ شدیم خطبم باید دو خطبه که شکر گذاری خداونده بخونیم. به این جهر میرسد که ما باید عبادت به درگاه خداوند رو به طور منظم و همیشگی داشته باشیم و بفهمیم که لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خداوند انشاءالله ما رو از بندگانش خاصش قرار بده و ما رو محروم از حلاوت دیدار خودش نکنه. از فلک دیدم و داس من و یادم از کشته خیش آمد و هنگام درویم. این کشورویم آن کشور و سیروز مهم نیست، این کشور و آن کشور و سیروز مهم نیست، هر جا که تو رؤیت بشوی عید همان است.
بیا که ترک فلک خانه روز غارت کرد، هلال عید به دور قدر اشارت کرد. سباب روز و حج قبول آن کس برد، سباب روز و حج قبول آن کس برد که خاک میکده عشق را زیارت کرد. مقام اصلی ما گوشه خرابات است، خداش خیر دهاد آن کس که این عمارت کرد. بهای باده چون لعل چیست؟ جوهر عقل. بیا که سود کسی بود کین تجارت کرد. نماز در خم آن ابروان محرابی کسی کند که به خون جگر طهارت کند. فغان که نرگس جماش شیخ شهر امروز نظر به درد کشان از سر غارت کرد. به روی یار نظر کن، ز دیده منت دار که کار دیده نظر از سر بسارت کن. درود بی حد و مرز با دم رهنما هستی تو، در ملک جهان از سوی حق هستی نماینده. تو سر اولیا و قطب وقت عارفان هستی، مقام شاهی الحق هست در شأن تو زیبنده. تو هستی جملگی اسرار حق را محرم و آگاه، توی علم لدنی را به حق دادار و دارنده. قوانین الهی را تو باشی حافظ و مجری، تمام رحمت حق را تو هستی در گشاینده. تو مولایی، تو مولایی، تو آقایی، تو سالاری و همسرور. ردای سروری بر قامتت باشد برازنده. مولای من اگر خال لبت دارد گرفتاران بسیاری، مرا خاک رهت ای نازنین در بند افکنده. برای دیدن رویت ببوسم آستانت را. چرا؟ چون دیدن رویت بود شادی فزاینده. ز حق خواهم کند ایمن وجود نازنینت را.
زهق خواهم کند ایمن وجود نازنینت را، که بهر مردمان باشد وجودت بی حد ارزنده. رسید عید سیام و رسید عید سیام و از برای عرض تبریک حضورت گشته ایم. این قطعه را این شه سراینده قدم بگذار بر چشمان جمع دوستدارانت، کتابان دم گرمت نمایی جان من زنده. نظر به ما با حال ما مبدل کن به حسن الحال، که در اجرای فرمانت نباشم زار و شرمنده. مولای من ز راه مرحمت بر ما بیفکن یک نظر، زیرا تو را از بندگانم من، تو هستی بر خدا بنده. مکن ظاهر خرابی مثل قلب این درونم را، که در چشمت محک داری و هستی آزماینده. مبارک بادت این عید سعید ای برهم مولا، مبارک بادت این عید سعید. جلسه نشست ارواح ما با هم تمامی نداره، مست نیست، همیشه ارواح ما با همه. ولی جلسات اجتماعی ما و ظواهر زندگی ما نمیگذاره و ناچار ما وقتی بریده میشه. بنابراین این خدا حافظی هم که میکنیم رای موقت، خدا حافظی تا وقت آینده و انشاءالله حافظ همه ما باشه تا جلسه. به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم، به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم، که دل به کس نسپارم. شمایل تو بدیدم نه عقل ماند و نه هوشم، شمایل تو بدیدم نه عقل ماند و نه هوشم.